داستان زنده به گور از صادق هدایت. سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز داستان زنده به گور رو براتون میخونیم از صادق هدایت بزرگ، که یک جورایی داستان زندگی خودش توی اون دوره‌ایه که شاید خیلی به خودکشی فکر میکرده، و این یک مجموعه است به اسم زنده به گور که یکی از کتاب‌ها اسمش زنده به گوره. این داستان در سال 1309 نوشته شده. مرسی از اینکه ما رو تماشا میکنید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنار شما حتما بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و ببینید. امیدواریم که دوستشون داشته باشید. ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر انتقادی یا پیشنهادی هم هست حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. داستان زنده به گور، نوشته صادق هدایت، از یادداشت های یک نفر دیوانه. نفسم پس می رود، از چشم هایم اشک می ریزد، دهانم بدمزه است، سرم گیج می‌خورد، قلبم گرفته، تنم خسته، کوفته، شل، بدون اراده در رخت خواب افتادم. بازوهایم از سوزن انژکسیون سوراخ است. رخت خواب بوی عرق و بوی تب می‌دهد. به ساعتی که روی میز کوچک بغل رخت خواب گذاشته شده نگاه می‌کنم. ساعت 10 روز یک شنبه است. سقف اتاق را می‌نگرم که چراغ برق میان آن نواخته شده است. دور اتاق را نگاه می کنم. کاغذ دیوار گل و بوته سرخ و پشتگلی دارد. فاصله به فاصله آن دو مرغ سیاه که جلوی یکدیگر روی شاخه ها نشستند، یکی از آنها تکش را باز کرده، مثل این است که با دیگری گفتگو می کند. این نقش مرا از جا در می کند. نمی دانم چرا از هر طرف که غلط می زنم جلوی چشمم است. روی میز اتاق پر از شیشه، فتیله و جعبه دواست. بوی الکل سوخته، بوی اتاق ناخوش در هوا پراکنده است. میخواهم بلند شوم و پنجره را باز کنم، ولی یک تنبلی سرشاری مرا روی تخت میخکوب کرده. میخواهم سیگار بکشم ولی میل ندارم. 10 دقیقه نمیگذرد. ریشم را که بلند شده تراشیدم. آمدم در رخت خواب افتادم. در آینه که نگاه کردم دیدم خیلی تکیده و لاغر شدم. به دشواری راه می رفتم. اتاق در هم و بر هم است. من تنها هستم. 1000 جور فکرهای شگفت انگیز در مغزم می چرخد. می گردد. همه آنها را می بینم. اما برای نوشتن کوچکترین احساسات یا کوچکترین خیال گذرندهی باید سر تا سر زندگانی خودم را شرح بدم. و آن ممکن نیست. این اندیشه ها، این احساسات نتیجه یک دوره زندگانی من است. نتیجه طرز زندگانی افکار موروثی آنچه دیده، شنیده، خوانده، حس کرده یا سنجیده. همه آنها وجود موهوم و مزخرف مرا ساختند. در رخت خوابم می‌غلطم، یادداشت‌های خاطره‌ام را به هم می‌زنم. اندیشه‌های پریشان و دیوانه مغزم را فشار می‌دهم. پشت سرم درد می‌گیرد، تیر می‌کشد، شقیقه‌هایم داغ شده، به خود می‌پیچم. لحاف را جلوی چشمم نگه می دارم. فکر می کنم خسته شدم. خوب بود می توانستم کاسه سر خودم را باز کنم و این همه توده نرم خاکستری پیچ پیچ کله خودم را درآورم و بیاندازم دور، بیاندازم جلوی سگ. هیچ کس نمی تواند پی ببرد. هیچ کس باور نخواهد کرد به کسی که دستش از همه جا کوتاه باشد می گویند برو سرت را بگذار بمیر. اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی خواهد، وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم می کند، مرگی که نمی آید و نمی خواهد بیاید، همه از مرگ می ترسن. من از زندگی سمج خودم. چقدر هولناک است وقتی که مرگ آدم را نمی خواهد و پس می زند. تنها یک چیز به من دلداری می دهد. 2 هفته پیش بود. در روزنامه خواندم که در اتریش کسی 13 بار به انواع گوناگون قصد خودکشی کرده و همه مراحل آن را پیموده. خودش را دار زده و ریسمان پاره شده. خودش را در رودخانه انداخته، او را از آب بیرون آوردند و غیره. بالاخره برای آخرین بار خانه را که خلوت دیده بود با کارد آشپزخانه همه رگ و پی خودش را بریده و این دفعه 13 بوده. و این دفعه دیگر میمیرد. این به من دلداری میدهد. نه، کسی تصمیم خودکشی را نمیگیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و در سرشت آنهاست. نمیتوانند از دستش بگریزند. این سرنوشت است که فرمان روایی دارند.
ولی در همین حال این من هستم که سرنوشت خودم را درست کردم. حالا دیگر نمیتوانم از دستش بگریزم، نمیتوانم از خودم فرار بکنم. باری چه میشود کرد؟ سرنوشت پر زورتر از من است. چه هوسهایی به سرم میزند. همینطور که خوابیده بودم دلم میخواست بچه کوچک بودم. همون گلیم‌باجی که برایم قصه میگفت و آب دهان خودش را فرو میداد اینجا کاش بالای سرم نشسته بود. همون جور من خسته در رخت خواب افتاده بودم و او با آب و تاب برایم قصه میگفت و آهسته چشمهایم به هم میریخت. فکر میکنم میبینم برخی از تکه های بچگی به خوبی یادم میآید. مثل این است که دیروز بوده. میبینم با بچگیم آنقدرها هم فاصله نداره. حالا سر تا سر زندگانی سیاه و پست و بیهودی خودم را میبینم. آیا آن وقت خوشبخت بودم؟ نه، چه اشتباهی بزرگی. همه گمان میکنند بچه خوشبخت است. نه، خوب یادم است آن وقت بیشتر حساس بودم. آن وقت هم مقلد و آبزیرکا بودم. شاید ظاهراً میخندیدم یا بازی میکردم، ولی در باطن کمترین زخم زبان، کوچکترین پیش آمد ناگوار و بیهوده ساعتهای درازی فکر مرا به خود مشغول میداشت و خودم را میخوردم. اصلا مرده شور این طبیعت مرا ببرد. حق به جانب آنهاییست که میگویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است. بعضی ها خوش به دنیا میآیند و بعضی ها ناخوش. به نیمچه مداد سرخی که در دستم هست و با آن در رخت خواب یادداشت میکنم نگاه میکنم. با همین مداد بود که جای ملاقات خودم را نوشتم. دادم با آن دختری که تازه با او آشنا شده بودم. دو سه بار با هم رفتیم به سینما. دفعه آخر فیلم آوازخوان و سخنگو بود. در جزو پروگرام آوازخوان سرشناس شیکاگو میخواند. Where is my Sylvia؟ از بس که خوشم آمده بود چشمهایم را به هم گذاشتم. گوش می دادم. آواز نیرومند و گیرنده او هنوز در گوشم صدا می داد. تالار سینما به لرزه در می آید. به نظرم می آید که او هرگز نباید بمیرد. نمی توانستم باور کنم که این صدا ممکن است یک روزی خاموش بشود. از لحن سوزناک او غمگین شده بودم در همان حالی که کیف می کردم. ساز می زدند زیر و بم. قلط ها و ناله‌ای که از روی سیم ویولون در می آمد. مانند این بود که آرشه ویولون را روی رگ و پی من می لغزاندن و همه تار و پود تنم را آغشته به ساز می کرد. می لرزاند و مرا در سیرهای خیالی می برد. در تاریکی دستم را روی پستانهای آن دختر می مالیدم. چشمهای او خمار می شد. من هم حال غریبی می شدم. به یادم می آید یک حالت غمناک و گوارایی بود که نمی شود گفت. از روی لبهای تر و تازه او بوسه می زدم. گونه های او گل انداخته بود. یک دیگر را فشار می دادیم. موضوع فیلم را اصلا نفهمیدیم. با دست های او بازی می کردم. او هم خودش را چسبانده بود به من. حالا مثل این است که خواب دیده باشم. روز آخری که از همدیگر جدا شدیم تا کنون 9 روز می شود. قرار گذاشت فردای آن روز بروم او را بیاورم اینجا در اتاقم، خانه‌ای نزدیک قبرستان منپارناس. همان روز رفتم او را با خودم بیاورم. آنجا کنج کوچه از واگن زیرزمینی پیاده شدیم. باد سردی می‌وزید، هوا ابری و گرفته بود. نمی‌دانستم چه شد که پشیمان شدم. نه اینکه او زشت بود یا فلانا، نه اصلا از او خیلی هم خوشم نمی‌آمد، اما یک قوهی مرا باز داشت. نه، نخواستم دیگر او را ببینم. میخواستم همه دلبستگی های خودم را از زندگی از بین ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی میکرد. من آهسته قدم میزدم. به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بود، گل‌های مصنوعی، گلدان‌ها و سبزه‌ها را که کنار یا روی گورها بودند خیره نگاه می‌کردم. اسم برخی از مرده‌ها را می‌خواندم. افسوس می‌خوردم که چرا به جای آنها نیستم. با خودم فکر می‌کردم اینها چقدر خوشبخت بودند. به مرده‌هایی که تن آنها زیر خاک از هم پاشیده شده بود رشک می‌بردم. هیچ وقت یک احساس حسادتی به این اندازه در من پیدا نشده بود. به نظرم می آمد که مرگ یک خوشبختی و یک نعمتی است که به آسانی به کسی داده نمی شود.
درست نمی دانم چقدر وقت گذشت. مات نگاه می کردم. دختر به کلی از یادم رفته بود. سرمای هوا را حس نمی کردم. مثل این بود که مرده ها به من نزدیکتر از زندگان هستند. زبان آنها را بهتر می فهمیدم. برگشتم. نه، دیگر نمی خواستم آن دخترک را ببینم. می خواستم از همه چیز و از همه کناره بگیرم. می خواستم ناامید بشوم و بمیرم. چه فکرهای مزخرفی برایم می آمد. شاید پرت می گویم. چند روز بود که با ورق فال می گرفتم. نمی دانم چطور شده بود که به خرافات اعتقاد پیدا کرده بودم. جدن فال می گرفتم، یعنی کار دیگری نداشتم. کار دیگری نمی توانستم بکنم. می خواستم با آینده خودم قمار بزنم. نیت کردم، دیدم 3 ساعت و نیم پشت سر هم با ورق فال می گرفت. اول بر می زدم، بعد روی میز یک ورق از رو و 5 ورق دیگر از پشت می چیدم. آن وقت روی ورق دومی که از پشت بود 1 ورق از رو و 4 ورق دیگر از پشت می گذاشتم. به همین ترتیب تا اینکه روی ورق ششمی هم ورق از رو می آمد. بعد طوری می پیچیدم که 1 خال سیاه و 1 خال سرخ فاصله به فاصله روی هم قرار بگیرند. به ترتیب شاه، بی بی، سرباز، 10، 9 و غیره. هر خانه‌ای که باز می‌شد، ورق زیر آن را از رو می‌گذاشتم و اگر ورق مناسبی می‌اومد، روی خانه‌ها می‌چیدم. ولی از 6 خانه نباید بیشتر بشود. تک‌خال‌ها را جداگانه بالای خانه‌ها می‌گذاشتم، به طوری که اگر فال خوب می‌آمد، همه ورق‌های خانه پایین مرتب روی یکی‌های همرنگ خودشان قرار می‌گرفت. این فال را در بچگی یاد گرفته بودم و با آن وقت را می گذرم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردن. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ سر کچل سیگار را زیر سیبیلش آویزان گذاشته بود و با قیافه احمقانی به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که من سر قمار ببرم. از 10 مرتبه 9 دفعه آن را می بازم. من با آنها مات نگاه می کردم. چه می خواستم بگویم؟ نمی دانم. باری بعد آمدم در کوچه ها بدون اراده راه می رفتم. چندین بار فکرم رسید که چشمانم را ببندم بروم جلوی اتومبیل، چرخهای آن از رویم بگذرد. اما مردن سختی بود. بعد هم از کجا معلوم که آسوده می شدم؟ شاید باز هم زنده می ماندم. این فکر است که مرا دیوانه می کند. بعد همینطور از چهارراه‌های جاهای شلوغ رد می شود. در میان این گروهی که در آمده شد بودند، صدای نعل اسب گاری ها، عرابه ها، بوق اتومبیل، همهمه و جنجال تک و تنها بودم. ما بین چندین میلیون آدم مثل این بود که در قایق شکستهی نشستم و در میان دریا گم شدم. حس می کردم که مرا با افتضاح از جامعه آدم ها بیرون کردن. می دیدم که برای زندگی درست نشده بودم. با خود دلیل و برهان می آوردم و گام های 1 نواختی بر می داشتم. پشت شیشه مغازه هایی که پرده نقاشی گذاشته بودن می ایستادم. مدتی خیره نگاه می کردم. افسوس می خوردم که چرا نقاش نشدم. تنها کاری بود که دوست داشتم و خوشم می آمد. با خودم فکر می کردم، می دیدم، تنها می توانستم در نقاشی 1 دلداری کوچکی برای خودم پیدا بکنم. 1 نفر فراش پست از پهلویم می گذشت و از پشت شیشه عینک خود عنوان کاغذی را نگاه می کرد. چه فکرهایی برایم آمد؟ نمی دانم، گویا یاد پستچی ایران، یاد فراش پست منزلمان افتادم. دیشب بود، چشمهایم را به هم فشار می دادم ولی خوابم نمی. افکار بریده پرده های شورانگیز جلوی چشمم پیدا می شود. خواب نبود، چون هنوز خوابم نبرده بود. کابوس بود. نه خواب بودم و نه بیدار، اما آنها را می دیدم. تنم سست خرد شده، ناخوش و سنگین، سرم درد می کرد. این کابوس های ترسناک از جلوی چشمم رد می شود. عرق از تنم سرازیر بود. می دیدم بسته کاغذ در هوا باز می شود. ورق ورق پایین می ریخت. 1 دسته سرباز می گذشت. صورت آنها پیدا نبود. شب تاریک و جگرخراش بود و پر شده بود از هیکل‌های ترسناک و خشمگین وقتی که می خواستم چشمهایم را ببندم و خودم را تسلیم مرگ بکنم.
این تصویرهای شگفت‌انگیز پدیدار می‌شد. دایره آتشفشان که به دور خودش می‌چرخید. مرده‌ای که روی آب رودخانه شناور بود، چشم‌هایی که از هر طرف به من نگاه می‌کردند. حالا خوب به یادم می‌آید. شکل‌های دیوانه و خشمناک به من هجوم آورده شده بودند. پیرمردی با چهره‌ای خون‌آلود به ستونی بسته شده بود. به من نگاه می‌کرد، می‌خندید، دندان‌هایش برق می‌زد. خفاشی با بالهای سرد خودش میزد به صورتم. روی ریسمان باریکی راه میرفتم، زیر آن گرداب بود. میلغزیدم، میخواستم فریاد بزنم. دستی روی شانه من گذاشته میشد، یک دست یخزده گلویم را فشار میداد. به نظرم میآید که قلبم میستاد. ناله های مشعومی که از ته تاریکی شبها میآید، صورتهایی که سایه بر آنها پاک شده بود. آنها خود به خود پدیدار می شدند و ناپدید می گشتند. در جلوی آنها چه می توانستم بکنم؟ در این حال آنها خیلی نزدیک و خیلی دور بودند. آنها را در خواب نمی دیدم، چون هنوز خوابم نبرده بود. نمی دانم، همه را منتر کردم، خودم منتر شدم، ولی یک فکر است که مرا دارد دیوانه می کند. نمی توانم جلوی لبخند خودم را بگیرم. گاهی خنده بیخ گلویم را می گیرد. آخرش هیچ کس نفهمید ناخوشی من چیست. همه گول خوردن. یک هفته است که خودم را با ناخوشی زدم، یا ناخوشی غریبی گرفتم. خواهی نخواهی سیگار را برداشتم و آتش زدم. چرا سیگار میکشم؟ خودم هم نمیدونم. دو انگشت دست چپ را که لای آن سیگار است به لب میگذارم. دود آن را در هوا فوت میکنم. این هم یک ناخوشی است. حالا که به آن فکر میکنم تنم میلرزد. یک هفته بود، شوخی نیستا، که خودم را به اقسام گوناگون شکنجه می‌دادم. می‌خواستم ناخوش بشوم مثلا. چند روز بود هوا سرد شده بود. اول رفتم شیر آب سرد را روی خودم باز کردم. پنجره حمام را باز گذاشتم. حالا که بیادم می‌افتد چندشم می‌شود. نفسم پس رفت. پشت و سینه‌ام درد گرفت. با خودم گفتم دیگر کار تمام است. فردا سینه درد سختی خواهم گرفت و بستری می شوم. بر شدت آن می افزایم، بعد هم کلک خودم را می کنم. فردا صبح که بیدار شدم، کمترین احساس سرماخوردگی در خودم نکردم. دوباره رخت های خودم را کم کردم. هوا که تاریک شد، در را از پشت بستم. چراغ را خاموش کردم، پنجره اتاق را باز کردم و جلوی سوز سرما نشستم. باد سردی می‌وزید، به شدت می‌لرزیدم. صدای دندان‌هایی که به هم می‌خورد را می‌شنیدم. به بیرون نگاه می‌کردم. مردمی که در آمد و شد بودند. سایه‌های سیاه آنها، اتومبیل‌هایی که می‌گذشتند، از بالای طبقه ششم عمارت کوچک شده بودند. تن لختم را تسلیم سرما کرده بودم و به خودم می‌پیچیدم. همان وقت این فکر برایم آمد که دیوانه شدم. به خودم می‌خندیدم. به زندگانی میخندیدم. میدانستم که در این بازیگر خانه بزرگ دنیا هر کسی یه جوری بازی میکند تا هنگام مرگش برسد. من همین بازی را پیش گرفته بودم، چون گمان میکردم مرا زودتر از میدان بیرون خواهم بود. لبهایم خشک شده بود. سرما تنم را میسوزاند. باز هم فایده نکرد. خودم را گرم کردم. عرق میریختم. یک مرتبه لخت میشدم. شب تا صبح روی رخت خواب افتادم و می لرزیدم. هیچ خوابم نبود. کمی سرماخوردگی پیدا کردم، ولی به محض اینکه یک چرت می خوابیدم، ناخوشی به کلی از بین می رفت. دیدم این هم سودی نکرد. سه روزی بود که چیزی نخوردم و شبها مرتبا لخت می شدم. جلوی پنجره می نشستم. خودم را خسته می کردم. یک شب تا صبح با شکم تهی در کوچه های پاریس دویدم. خسته شدم. رفتم روی پله سرد و نمناک در کوچه باریکی نشستم. نصف شب گذشته بود. یک نفر کارگر ماسک پیلپیلی می‌خورد از جلویم رد شد. جلوی روشنایی محو و مرموز چراغ گاز دو نفر زن و مرد را دیدم که با هم حرف می‌زدند و می‌گذشتند. بعد بلند شدم و به راه افتادم. روی نیمکت خیابان‌ها بیچاره‌ای بی خانمان خوابیده بود. آخرش از زور ناتوانی بستری شدم، ولی ناخوش نبودم. در ضمن دوستانم به دیدنم می آمدن. جلوی آنها خودم را می لرزاندم. چنان سیمای ناخوش به خود می گرفتم که آنها دلشان به حال من می سوخت. گمان می کردند که فردا دیگر خواهم مرد. می گفتم قلبم می گیرد وقتی از اتاق بیرون می رفتند.
به ریش آنها ولی میخندیدم. با خودم میگفتم شاید در دنیا تنها یک کار از من بر بیاید، میبایستی بازیگر تئاتر شده باشم. چطور بازی ناخوشی را جلوی دوستانم که به دیدنم میامدن، جلوی دکترها و فلان در میآورد. همه باور کرده بودند که راستی ناخوشم. هرچی میپرسیدن میگفتم قلبم میگیرد. چون فقط مرگ ناگهانی را میشد به خفقان قلب نسبت داد، وگرنه سینه درد جزئی یک مرتبه نمیکشت. این یک معجزه بود. وقتی فکر میکنم حالت غریبی به من دست میدن. 7 روز بود که خودم را شکنجه میدادم تا بمیرم. اگر به اصرار با پافشاری رفقا چایی از صابخانه میخواستم و میخوردم، حالم سر جا میومد. ترسناک بود. ناخوشی به کلی رفع میشد. چقدر میل داشتم نانی که پای چایی گذاشته بودم بخورم، اما نمیخوردم. هر شب با خودم میگفتم دیگر بستری شدم، فردا دیگر نخواهم توانست از جا بلند شدم. میرفتم کاشه هایی که در آن گرد تریاک پر کرده بودم میآوردم. در کشوی میز کوچک پهلوی تخت خوابم میگذاشتم تا وقتی که خوب ناخوشی مرا انداخت و نتوانستم از جا بخورم، آنها را در بیاورم و بخورم. بدبختانه ناخوشی نمی آمد و نمی خواست بیاید. یک بار که جلوی یک نفر از دوستانم ناگزیر شدم یک تک نان کوچک را با چایی بخورم، حس کردم که حالم خوب شد. به کلی خوب شدم. از خودم ترسیدم. از جان سختی خودم ترسیدم. هولناک بود. باور کردنی نیست. اینها را که می نویسم حواسم سر جایش است. پرت نگویم خوب یادم است. این چه قوه‌ای بود که در من پیدا شده بود نمیدانم. دیدم هیچ کدام از این کارها سودی نکرد. باید جدی ناخوش بشوم. آری، زهر کشنده آنجا در کیفم است. زهر فوری. یادم میآید آن روز بارانی که به دروغ و دوز و کلک و هزار زحمت آن را به اسم عکاسی خریدم. اسم و آدرسم دروغی بود و آن را دروغی داده بودم. سیانور دوپاتسیوم که در کتاب طبی خوانده بودم و نشانهای آن را می دانستم. تشنج، تنگی نفس، جام کندن در صورتی که شکم ناشتا باشد. 20 گرم آن فوراً یا در 2 دقیقه می کشد. برای آن که در نزدیکی هوا خراب نشود، آن را در قلعه شکلات پیچیده بودم و رویش را یک قشر از موم گرفته بودم و در شیشه دربسته بلوری گذاشته بودم. مقدار آن 100 گرم بود و آن را مانند جواهر گرانبهایی با خودم داشتم. اما خوشبختانه چیز بهتر از آن گیر آوردم. تریاک قاچاق، آن هم در پاریس. تریاکی که مدت‌ها بود در جستجویش بودم، به طوری که اتفاقاً به چنگ آوردم. خوانده بودم که طرز مردن با تریاک به مراتب گواراتر و بهتر از زهر اولی است. حالا میخواستم خودم را جدن ناخوش بکنم و بعد تریاک بخورم. سیانور دوپاتسیوم را باز کردم. از کنار گلوله تخم مرغی آن به اندازه 2 گرم تراشیدم. در کاسه خالی گذاشتم. با چسب لبه آن را چسباندم و خوردم. نیم ساعتی گذشت. هیچ حسی نکردم. روی کاسه‌ای که با آن آلوده شده بود شورمزه بود. دوباره آن را برداشتم، این دفعه به اندازه 5 گرم تراشیدم و کاسه را فرو دادم. رفتم در رخت خواب خوابیدم. همچین خوابیدم که شاید دیگر بیدار نشوم. این فکر هر آدم عاقلی را دیوانه می‌کند. نه، هیچی حس نکردم. زهر کشنده به من کارگر نشد. حالا هم زنده هستم. زهر هم آنجا در کیفم افتاده. من توی رخت خواب نفسم پس می رود. اما این در اثر آن دوا نیست. من رو این تن نشدم. نه دوباره بخش. من رو این تن شدم. رو این تنی که در افسانه ها نوشتن. باور کردنی نیست، اما باید بروم. بیهوده است. زندگانیم وازده شده. بی خود بی مصرف. باید هرچه زودتر کلک را کند و رفت. این دفعه شوخی نیست. هر چه می کنم هیچ چیز مرا به زندگی وابستگی نمی دهد. هیچ چیز و هیچ کس. یادم می آید پس پریروز بود. دیوانه وار و در اتاق خودم قدم می زدم. از این سو به آن سو می رفتم. رخت هایی که به دیوار آویخته، ظرف روشویی، آینه در گنجه، عکسی که به دیوار است، تخت خواب، میز میان اتاق، کتاب هایی که روی آن افتاده، صندلی ها، کفشی که زیر گنجه گذاشته شده،
چمدان‌های گوشه اتاق پی در پی از جلوی چشمم می‌گذشتند، اما من آنها را نمی‌فهمیدم یا دقت نمی‌کردم. به چه فکر می‌کردم؟ نمی‌دانم. بی خود گام برمی‌داشتم. یک باره به خودم آمدم. این راه رفتن وحشیانه را یک جایی دیده بودم و فکر مرا به سوی خود کشیده بود. نمی‌دانستم کجا. به یادم افتاد در باغ وحش برلین اولین بار بود که جانوران درنده را دیدم، آنهایی که در قفس خودشان بیدار بودند. همینطور راه می رفتن، درست همینطور. در آن موقع منم مانند این جانوران شده بودم. شاید مثل آنها هم فکر می کردم. در خودم حس کردم که مانند آنها هستم. این راه رفتن بدون اراده، چرخیدن به دور خودم، به دیواری که بر می خوردم، طبیعتاً حس می کردم که مانع است، بر می گشتم. آن جانوران هم همین کار را می کنن. نمیدانم چه می نویسم. تیک و تاک ساعت همینطور بغل گوشم صدا می دهد. می خواهم آن را بردارم، از پنجره پرت کنم بیرون. این صدای هولاک که گذشتن زمان را در کلم با چکش می کوبد. یک هفته بود که خودم را آماده مرگ می کردم. هرچه نوشتم و کاغذ داشتم همه را نابود کردم. رخت های چرکم را دور انداختم تا بعد از من که چیزهایم را وارسی می کنن چیز چرک نیابد. رخت زیر نو که خریده بودم پوشیدم. تا وقتی که مرا از رخت خواب بیرون میکشند و دکتر میآید معاینه بکند شیک بوده باشم. شیشه اتکلونی را برداشتم، در رخت خواب پاشیدم که خوشبو باشد. ولی از اونجایی که هیچ یک از کارهایم مانند دیگران نبود، این دفعه هم باز مطمئن نبودم. از جان سختی خودم می ترسیدم. مثل این بود که این بار امتیاز و برتری را به آسانی به کسی نمی دهد. می دانستم که به این مفتی کسی نمی میرد. عکس خیشان خودم را در آوردم. نگاه کرد. هر کدام از آنها مطابق مشاهدات خود پیش چشمم مجسم شده. آنها را دوست داشتم و دوست نداشتم. می خواستم ببینم و نمی خواستم. نه یادگارهای آنها اینجا زیاد جلوی چشم روشنم بود. عکس ها را پاره کردم، دلبستگی نداشتم. خودم را قضاوت کردم، دیدم یک آدم مهربانی نبودم. من سخت، خشن و بیزار درست شدم. شاید اینطور نبودم تا اندازه هم زندگی و روزمرگی و روزگار مرا اینطوری کرد. از مرگ هیچ نمی‌ترسم. برعکس یک ناخوشی، یک دیوانگی مخصوص در من پیدا شده بود که به سوی مغناطیس مرگ کشیده می‌شدم. این هم تازگی ندارد. یک حکایتی به یادم افتاد. مال 5-6 سال پیش است. در تهران یک روز صبح زود رفتم در خیابان شاه‌آباد از عطاری تریاک بخرم. اسکناس 3 تومانی را جلوی او گذاشتم، گفتم 2 قران تریاک. او با ریش حنا بسته و عرقچینی که روی صورتش بود صلوات فرستاد. زیر چشمی به من نگاه کرد، مثل چیزی که قیافه شناس بود یا فکر مرا خوانده، گفت پول خرد نداریم. 2 قرانی در آوردم دادم. گفت اصلا نه، نمی فروشی. علت آن رو پرسیدم، جواب داد شما جوان و جاهل هستید، خدایی نکرد یک وقت به سرتان بزنه تریاک را می خورید. من هم اصرار نکردم. نه، کسی تصمیم خودکشی را نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و در نهاد آنهاست. آری، سرنوشت هر کسی روی پیشانیش نوشته شده. خودکشی هم با بعضی ها زائیده شده. من همیشه زندگانی را به مسخره گرفتم. دنیا، مردم همش به چشمم یک بازیچه، یک ننگ، یک چیز پوچ و بی‌معنیست. می‌خواستم بخوابم و دیگر بیدار نشوم و خواب هم نبینم. ولی چون در نزد همه مردم خودکشی یک کار عجیب و غریبی است، می‌خواستم خودم را ناخوش سخت بکنم. مردنی و ناتوان بشوم و بعد از آن که چشم و گوش همه پر شد تریاک بخورم تا بگویند ناخوش شد، مرد. در رخت خوابم یادداشت میکنم. 3 بعد ظهر است. 2 نفر به دیدنم آمدند. حالا رفتند. تنها ماندم و سرم گیج میرود. تنم راحت و آسوده است. در معدم یک فنجان شیر و چای است. تنم شل، سوس و گرمای ناخوشی دارد. یک ساز قشنگی در صفحه گرامافون شنیده بودم. یادم آمد. میخواهم آن را به سوت بزنم. نمیتوانم. کاش آن صفحه را دوباره میشنیدم. الان نه از زندگی خوشم میآید و نه بدم میآید. زنده ام بدون اراده.
بدون میل یک نیروی فوق‌العاده‌ای مرا نگه داشته. در زندان زندگانی زیر زنجیرهای فولادین بسته شدم. اگر مرده بودم مرا می بردن و در مسجد پاریس به دست عربهای بی پیر می افتادم. دوباره می مردم. از ریخت آنها بیزارم. در هر صورت به حال من فرقی نمی کرد. پس از آن که مرده بودم اگر مرا در مبال هم انداخته بودند برایم یکسان بود. آسوده شده بودم. تنها منزلمان گریه و شیون می کردن. عکس مرا می آوردن، برایم زبان می گرفتن از این کسافتکاری هایی که معمول است. همه اینها به نظرم احمقانه و پوچ می آید. لابد چند نفر از من تعریف زیادی می کردن. چند نفر تکذیب می کردن، اما بالاخره فراموش می شدم. من اصلا خودخواه و نچسب هستم. هرچه فکر می کنم ادامه دادم به این زندگی بیهود. من یک میکروب جامعه شدم، یک وجود زیان‌آور، سربار دیگرم. گاهی دیوانگی هم گل میکنن. میخواهم بروم دور، خیلی دور، یک جایی که خودم را فراموش بکنم. فراموش بشوم، گم بشوم، نابود بشم. میخواهم از خودم بگریزم، بروم خیلی دور. مثلا بروم در سیبریه، در خانه های چوبین، زیر درخت های کاج، آسمان خاکستری، برف انبوه میان موجیک ها. بروم زندگانی خودم را از سر بگیرم. یا مثلا بروم به هندوستان، زیر خورشید تابان، جنگل های سر به هم کشیده، ما بین مردمان عجیب و غریب. یک جایی بروم که کسی مرا نشناسد، کسی زبان مرا ندارد. میخوام همه چیز را در خود حس بکنم. اما میبینم برای این کار درست نشدم. نه، من لش و تنبل هستم، اشتباهی به دنیا آمدم، مثل چوب دو سرگوهی از اینجا مانده و از آنجا رانده. از همه نقشه های خودم چشم پوشیدم، از عشق، از شوق، از همه چیز کنار گرفتم. دیگر در جرگه مرده ها به شمار می آیم. گاهی با خودم نقشه های بزرگ می کشیدم. خودم را شایسته همه کار و همه چیز می دانم. با خود میگویم آری، کسانی که دست از جان شستند و از همه چیز سر خوردند تنها میتوانند کارهای بزرگ انجام بدن. بعد با خودم میگویم به چه درد میخورد، چه سودی دارد. دیوانگی، همش دیوانگی است. نه، بزن خودت را بکش، بگذار لاشت بیفتد آن میان. برو، تو برای زندگی درست نشدی. کمتر فلسفه بباف. وجود تو هیچ ارزشی ندارد. از تو هیچ کاری ساخته نیست. ولی نمیدانم چرا مرگ ناز کرد، چرا نیومد، چرا نمیتوانستم بروم پی کارم آسوده بشم. یک هفته بود که خودم را شکنجه میکردم. این هم مزد دستمزدم بود. زهر به من کارگر نشد. باور کردنی نیست، نمیتوانم باور کنم. غذا نخوردم، خودم را سرما دادم، سرکه خوردم، هر شب گمان میکردم سل سواره گرفتم. صبح که برمیخواستم از روز پیش حالم بهتر بود. این را به که میشود گفت؟ یک تب هم نکردم، اما خواب هم ندیدم. همش خوب به یادم است. نه، باور کردنی نیست. اینها را که نوشتم کمی آسوده شدم. از من دلجویی کرد. مثل این است که بار سنگینی را از دوشم برداشتن. چه خوب بود اگر همه چیز را میشد نوشت. اگر میتوانستم افکار خودم را به دیگران بفهم. می توانستم بگویم نه، یک احساساتی هست، یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهمان، نمی شود گفت. آدم را مسخره می کند. هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند. زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است. من روی این تن هستم. زهر به من کارگر نشد. تریاک خوردم فایده نگه. آری، من رو این تن شدم. هیچ زهری دیگر به من کارگر نمی شود. بالاخره دیدم که همه زحمتهایم به باد رفت. پریشب بود. تصمیم گرفتم تا گندش بالا نیامده مسخره را تمام بکنم. رفتم کاسه های کوچک تریاک را از کشوی میز کوچکم در آوردم. 3 بود. تقریبا به اندازه 1 لوله تریاک معمولی می شد. آن را برداشتم. ساعت هم 7 بود. چایی از پایین خواستم، آوردند، آن را سر کشیدم. تا ساعت 8 کسی به سراغ من نیامد. در را از پشت بستم، رفتم جلو، عکسی که به دیوار بود و کنار آن ایستادم. نگاه کردم. نمیدانم چه فکرهایی برایم آمد، ولی او به چشمم یک آدم بیگانه‌ای بود. با خودم گفتم این آدم چه وابستگی با من دارد. و
ولی این صورت را می شناختم. او را خیلی دیده بودم. بعد برگشتم، احساس شورش، ترس یا خوشی نداشتم. همه کارهایی که کرده بودم و کاری که می خواستم بکنم و همه چیز به نظرم بیهوده و پوچ بود. سر تا سر زندگی به نظرم مسخره می آمد. نگاهی به دور اتاق انداختم، همه چیز سر جای خودشان بودن. رفتم جلوی آینه، در گنجه به چهره افروخته خودم نگاه کردم. چشمهایم را نیمه بستم، لای دهنم را کمی باز کردم و سرم را به حالت مرده کج گرفتم. با خودم گفتم فردا صبح به این صورت در خواهم آمد. اول هرچه را در میزنند کسی جواب نمیدهد تا زور گمان میکنند که خوابیدم. بعد چفت در را میشکنند، وارد اتاق میشوند و مرا با این حال میبینند. همه این فکرها مانند برق از جلوی چشمم میگذشت. لیوان آب را برداشتم. با خونسردی پیش خودم گفتم که کاسه آسپرین است و کاسه اولی را فرو دادم. دومی و سومی را هم دست پاچه پشت سرش فرو دادم. لرزش کمی در خودم حس کردم. دهنم بوی تریاک گرفت. قلبم کمی تند زد. سیگار نصف کشیده را انداختم در خاکسترداد. رفتم حب خوشبو از جیبم در آوردم و مکیدم. دوباره خودم را جلوی آینه دیدم. به دور اتاق نگاهی انداختم. همه چیز سر جای خودش بود. با خودم گفتم دیگر کار تمام است. فردا افلاطون هم نمیتواند مرا زنده بکند. رختهایم را روی صندلی پهلوی تخت مرتب کردم. لحاف را روی خودم کشیدم. بوی اتکلونی گرفته بود. دکمه چراغ را پیچاندم. اتاق خاموش شد. یک تکه از بدنه دیوار و پایین تخت با روشنایی تیره و ضعیفی که از پشت شیشه پنجره می آمد کمی روشن بود. دیگر کاری نداشتم. خوب یا بد کارها را به اینجا رسانده بود. خوابیدم. غلط زدم. همه خیالم متوجه این بود که مبادا کسی به احوال پرسی من بیاید و سماجت بکنه. اگرچه به همه گفته بودم که چند شب است نخوابیدم و خوابم نبرده تا اینکه مرا آسوده بگذارد. در این موقع کنجکاوی زیادی داشتم، مانند اینکه پیش آمد فوق‌العاده‌ای برایم رخ داده یا مسافرت گوارایی در پیش داشتم. میخواستم خوب مردن را حس بکنم. حواسم را جمع کرده بودم ولی گوشم به بیرون بود. به محض اینکه صدای پا می آمد دلم تو می ریخت. پلکایم را به هم فشار دادم. 10 دقیقه یا کمی بیشتر گذشت و هیچ خبری نشد. با فکرهای گوناگون سر خودم را گرم کرده بودم، ولی نه اینکه از این کار خودم پشیمان بودم. نه اصلا می ترسیدم، تا اینکه حس کردم گردها دست به کار شدن. اول سنگین شد. احساس خستگی کردم. این حس در حوالی شکمم بیشتر بود، مثل وقتی که غذا خوب هضم نشود. پس از این خستگی به سینه و سپس به سرم سرایت کرد. دستهایم را تکان دادم. چشمهایم را باز کردم. دیدم حواسم سر جایش است. تشنم شد. دهانم خشک شده بود. به دشواری آب دهانم را فرو می دادم. تپش قلبم کند می شد. کمی گذشت، حس می کردم هوای گرم و گوارایی از همه تنم بیرون می ریخت. بیشتر از جاهای برجسته بدن بود، مثل سر انگشت ها، توک بینی و غیره. در همان حال می دانستم که می خواهم خودم را بکشم. یادم افتاد که این خبر برای دسته‌ای ناگوار است. پیش خودم در شگفت بودم. همه اینها به چشمم بچگانه، پوچ و خنده‌آور بود. با خودم فکر می کردم که الان آسوده هستم و به آسودگی خواهم مرد. چه اهمیتی دارد که دیگران غمگین بشوند یا نشوند، گریه بکنند یا نکنند. خیلی مایل بودم این کار بشود و می ترسیدم مبادا تکان بخورم یا فکری بکنم که جلوی اثر تریاک را بگیرم. همه ترسم این بود که مبادا پس از این همه زحمت زنده بمانم. می ترسیدم که جان کندن سخت بوده باشد و در ناامیدی فریاد بزنم یا کسی را به کمک بخواهم. اما گفتم هر چه سخت بوده باشد تریاک می خواباند و هیچ حسی نخواهم کرد. خواب به خواب می روم و نمی توانم از جایم تکان بخورم یا چیزی بگویم. در هم از پشت بسته است. آری، درست به یادم هست این فکرها برایم پیدا شد. صدای یک نواخت ساعت را می شنیدم. صدای پای مردم را که در مهمانخانه راه می رفتند می شنیدم. گویا حس شنوایی من تندتر شده بود.
حس می کردم که تنم می پرید، دهنم خشک شده بود، سردرد کمی داشتم. تقریبا به حالت اغما افتاده بودم، چشمهایم نیمه باز بود، نفسم گاهی تند و گاهی کند می شود. از همه سوراخ‌های پوست تنم این گرمای گوارا به بیرون تراوش می کرد. مانند این بود که من هم دنبال آن بیرون می رفتم. خیلی میل داشتم که بر شدت آن بیفزاید. در وجد ناگفتنی فرو رفته بودم. هر فکری که می خواستم می کردم، اگر تکان می خوردم حس می کردم که مانع از بیرون رفتن این گرما می شد. هرچه راحت تر خوابیده بودم بهتر بود. دست راستم را از زیر تنم بیرون کشیدم. غلطیدم. به پشت خوابیدم. کمی ناگوار بود. دوباره به همون حالت افتادم و اثر تریاک تندتر شده بود. می دانستم و می خواستم که مردن را درست حس بکنم. احساسم تند و بزرگ شده بود. در شگفت بودم که چرا خوابم نبرد. مثل این بود که همه ی هستی من از تنم به طرز خوش و گوارایی به بیرون می رفت. قلبم آهسته می زد. نفس آهسته‌ای می کشیدم. گمان می کنم 2-3 ساعت گذشته. در این بین کسی در زد. فهمیدم همسایه است ولی جواب او را ندادم و نخواستم از جای خودم تکان بخورم. چشمایم را باز کردم و دوباره بستم. صدای باز شدن در اتاق او را شنیدم. او دستش را شست، با خودش سوت زد. همه را شنیدم. کوشش میکردم اندیشه های خوش و گوارا بکنم. به سال گذشته فکر میکردم. آن روزی که در کشتی نشسته بودم، ساز دستی می زدند. موج دریا، تکان کشتی، دختر خوشگلی که روبرویم نشسته بود، در فکر خودم اوتبر شده بودم. دنبال آن می دویدم، مانند اینکه بال در آورده بودم و در فضا جولان می دادم. سبک و چالاک شده بودم به طوری که نمی شود بیان کرد. تفاوت آن همانقدر است که پرتاب روشنایی را به طور طبیعی می بینیم. در کیف، تریاک مثل این است که همین روشنایی را از پشت آویز چلچراغ یا منشور بلوری ببینند و به رنگهای گوناگون تزیه می شود. در این حالت خیالهای ساده و پوچ که برای آدم می آید همونطور افسونگر و خیره کننده می شود. هر خیال گذرنده و بی خود یک صورت دلفریب و با شکوهی به خودش می گیرد. اگر دورنما یا چشمندازی از فکر آدم بگذرد بی اندازه بزرگ می شود. فضا باد می کند. گذشتن زمان محسوس نیست. در این هنگام خیلی سنگین شده بودم. حواسم بالای تنم موج می زد. اما حس می کردم که خوابم نبود. آخرین احساسی که از کیف و نعشه بودن تریاک بیادم هست این بود که پاهایم سرد و بی‌حس شده بود. تنم بدون حرکت. حس می کردم که می روم و دور می شدم. ولی به مجرد اینکه تأثیر آن تمام شد، یک غم و اندوه بی پایانی مرا فرا گرفت. حس کردم که حواسم دارد سر جایش می آید. خیلی دشوار و ناگوار بود. سردم شد. بیشتر از نیم ساعت خیلی سخت لرزیدم. صدای دندانهایم را که به هم می خوردن را می شنیدم. بعد تب آمد. تب سوزان و عرق از تنم سرازیر شد. قلبم می گرفت، نفسم تنگ شده بود. اولین فکری که برایم آمد این بود که هر چه رشته بودم پنبه شد و نشد آنطوری که باید شده باشد. از جان سختی خودم بیشتر تعجب کرده بودم. پی بردم که یک قوه تاریک و یک بدبختی ناگفتنی با من در نبرد است. به دشواری نیمتنه خودم را در رخت خواب بلند کردم. دکمه چراغ برق را پیچاندم. روشن شد. نمیدانم چرا دستم رفت به سوی آینه کوچکی که روی میز پهلوی تخت بود. دیدم صورتم آماس کرده بود. رنگم خاکی شده بود. از چشمهایم اشک میریخت. قلبم به شدت میگرفت. با خودم گفتم که اقلن قلبم خراب شد. چراغ را خاموش کردم و رفتم در رخت خواب. نه قلبم خراب نشد. امروز بهتر است. نه بادم جان بم آفت ندارد. برایم دکتر آمد، قلبم را گوش کرد، نبضم را گرفت، زبانم را درجه گرماسنج گذاشت. از همین کارهای معمولی که همه دکترها به محض ورود میکنن و همه جای دنیا یک جور است. به من نمک میوه داد. هیچ نفهمید درد من چه است. هیچ کس به درد من نمیتواند پی ببرد. این دواها خنده آور است. آنجا روی میز 7-8 جور دوا برایم قطار کرده بود. من پیش خودم میخندیدم. چه بازیگر خانی است. تیک و تاک ساعت همینطور بغل گوشم صدا میداد.
صدای بوق اتومبیل و دوچرخه و غریو ماشین‌های دودی از بیرون می‌آمد. به کاغذ دیواریم نگاه می‌کنم. برگ‌های باریک ارغوانی سیر و خوشه گل سفید دارد. روی شاخه آن فاصله به فاصله دو مرغ سیاه روبروی یکدیگر نشستند. سرم تهی، معده‌ام مالش می‌رود، تنم خرد شده. روزنامه‌هایی که بالای گنجم انداختم به حالت مخصوصی مانده. نگاه که می‌کنم یک مرتبه مثل این است که همه آنها به چشمم غریبه می‌آیند. خودم به چشم خودم بیگانه‌ام. در شگفت هستم که چرا زنده‌ام؟ چرا نفس می‌کشم؟ چرا گرسنه‌ام می‌شود؟ چرا می‌خورم؟ چرا راه می‌روم؟ چرا اینجا هستم؟ این مردمی را که می‌بینم، اصلاً کی هستم و از من چی می‌خوان؟ حالا خوب خودم را میشناسم، همون طوری هستم که بودم، کم و زیاد. هیچ کاری نمیتوانم بکنم. روی تخت خسته و کوفته افتادم. ساعت به ساعت افکارم میگردند در همون دایره های ناامیدی حوصله‌ام که به سر رفته است. هستی خودم مرا به شگفت انداخته. چقدر تلخ و ترسناک است هنگامی که آدمی هستی خودش را حس میکند. در آینه که نگاه میکنم به خودم میرم. صورتم به چشم خودم انقدر ناشناس و بیگانه و خنده آور آمده. این فکر چندین بار برایم آمده. روی این تن شدم. روی این تنی که در افسانه ها نوشتند حکایت من است. معجزه بود. اکنون که همه جور خرافات و مزخرفات را باور می کنم، افکار شگفت‌انگیز از جلوی چشمم می گذرد. معجزه بود. حالا می دانم که خدا با یک زهرماری دیگری در ستمگری بی پایان خودش دو دست مخلوق آفریده است. خوشبخت و بدبخت. از اولی ها پشتیبانی می کند و بر آزار و شکنجه دستی دوم به دست خودشان می افزاید. حالا باور می کنم که یک قوای درنده و پستی، یک فرشته بدبختی با بعضی ها هست. بالاخره تنها ماندم. الان دکتر رفت و کاغذ و مدادم را برداشتم. میخواهم بنویسم، نمیدانم چه، با اینکه مطلبی ندارم و یا از بس که زیاد است نمیتوانم بنویسم. این هم خودش بدبختی است. نمیدانم، نمیتوانم گریه بکنم. شاید اگر گریه میکردم اندکی به من دلداری میداد. نمیتوانم. شکل دیوانه ها شدم. در آینه دیدم موهای سرم وز کرد. چشمهایم باز و بی حالت است. فکر می کنم اصلا صورت من نباید این شکل بوده باشد. صورت خیلی ها با فکرشان توفیر دارد. این بیشتر مرا از جا در می کند. همینقدر می دانم که از خودم بدم می آید. می خورم از خودم بدم می آید. راه می روم از خودم بدم می آید. فکر می کنم از خودم بدم می آید. چه سمج، چه ترسناک. نه این یک قوه مافوق بشر بوده، یک کوفت بوده. حالا اینجور چیزها را باور میکنم. دیگر هیچ چیزی به من کارگر نیست. سیانور خوردم، در من اثر نکرد. تریاک خوردم، باز هم زدم. اگر اژدها هم مرا بزند اژدها میمیرد. نه کسی باور نخواهد کرد. آیا این زهرها خراب شده بود؟ آیا به قدر کافی نبود؟ آیا زیادتر از اندازه معمولی بود؟ آیا مقدار آن را عوضی در کتاب طبی پیدا کرده بودم؟ آیا دست من زهر را نوشدارو می کند؟ نمی دانم. این فکرها صد بار برایم آمده و تازگی ندارند. به یادم می آید شنیدم وقتی که دور کجدم آتش بگذارند خودش را نیش می زند. آیا دور من یک حلقه آتش نیست؟ جلوی پنجره اتاقم روی لبه سیاه شیروانی که آب باران در گودالی آن جمع شده بود دو گنجشک نشسته بود. یکی از آنها توک خودش را در آب فرو می برد. سرش را بالا می گیرد. دیگری پهلوی او کس کرده خودش را می جورد. من تکان خوردم. هر دوی آنها جیر جیر کردند و با هم پریدند. هوا ابریست. گاهی از پشت لکه های ابر آفتاب رنگ پریدهی در می آید. ساختمان‌های بلند روبروی همه دود زدند، سیاه و غم‌انگیز زیر فشار این همه هوای سنگین و بارانی ماندند. صدای دور و خفه شهر شنیده می‌شود. این ورق‌های بدجنس که با آنها فال گرفتم، این ورق‌های دروغگو که مرا گول زدند، آنجا در کشوی میزم خنده‌دارتر از همه آن است که هنوز هم با آنها فال می‌گیرم. چه می‌شود که سرنوشت پرزورتر از من است.
خوب بود که آدم با همین آزمایش هایی که از زندگی دارد می توانست دوباره به دنیا بیاید و زندگی خودش را از سر نو اداره بکند. اما کدام زندگی؟ آیا در دست من است؟ چه فایده دارد؟ یک قوای کور و ترسناکی بر سر ما سوارند. کسانی هستند که یک ستاره شوم سرنوشت آنها را اداره می کند. زیر بار آن خرد می شوند و می خواهند که خرد بشوند. دیگر نه آرزویی دارم و نه کینه ای. آنچه که در من انسانی بود از دست دادم، گذاشتم گم بشود. در زندگانی آدم باید یا فرشته بشود یا انسان و یا حیوان. من هیچ کدام از آنها نشدم. زندگانیم برای همیشه گم شد. من خودپسند، ناشی و بیچاره به دنیا آمدم. حال دیگر غیر ممکن است که برگردم و راه دیگری را در پیش بگیرم. دیگر نمیتوانم دنبال این سایه های بیهوده بروم. با زندگانی گلاویز بشوم، کشتی بگیرم. شماهایی که گمان میکنید در حقیقت زندگی میکنید، کدام دلیل و منطق محکمی در دست دارید؟ من دیگر نمیخواهم نه ببخشم و نه بخشنده شوم، نه به چپ بروم و نه به راست. میخواهم چشمهایم را به آینده ببندم و گذشته را فراموش کنم. نه، نمیتوانم از سرنوشت خودم بگریزم. این فکرهای دیوانه، این احساسات، این خیالهای گذرنده که برایم میآید، این حقیقی نیست. در هر صورت خیلی طبیعی تر و کمتر ساختگی به نظر می آید تا افکار منطقی من. گمان می کنم آزادم، ولی جلوی سرنوشت خودم نمی توانم کمترین ایستادگی بکنم. افسار من به دست اوست. اوست که مرا به این سو و آن سو می کشن. پستی پستی زندگی که نمی توانند از دستش بگریزند. نمی توانند فریاد بکشند. نمی توانند نبرد بکنند. زندگی احمق است. حالا دیگر نه زندگی می کنم و نه خواب هستم و نه از چیزی خوشم می آید و نه بدم می آید. من با مرگ آشنا و مأنوس شدم. یگانه دوست من است. تنها چیزی است که از من دلجویی می کند. قبرستان منار پارس به یادم می آید. دیگر به مرده ها حسادت نمی کنم. من هم از دنیای آنها به شمار می آیم. من هم با آنها هستم. یک زنده به گور هستم. خسته شدم. چه مزخرفاتی نوشتم. با خودم میگویم برو دیوانه، کاغذ و مداد را دور بینداز، بنداز دور. پرتگویی دیگر بس است. خفه بشو، پاره بکن. مبادا این مزخرفات به دست کسی بیفتد. چگونه مرا قضاوت خواهند کرد؟ اما من از کسی رو در بایستی ندارم. به چیزی اهمیت نمیدم. به دنیا و مفاهیمش میخندم. هرچه قضاوت آنها درباره من سخت باشد، نمیدانند که من بیشتر خودم را سخت در قضاوت کردم. آنها به من میخندند. نمیدانند که من بیشتر به آنها میخندم. من از خودم و از همه خواننده های این مزخرفات بیزارم. این یادداشت ها با یک دسته ورق در کشوی میز او بود. ولیکن خود او در تخت خواب افتاده، نفس کشیدن از یادش رفته بود. این بود پایان صادق هدایت. پاریس 11 اسفند ماه 1308. خب دوستان، این بود داستان زنده به گور از صادق هدایت بزرگ. زنده به گور اولین بار در سال 1309 منتشر شد و چاپخانه فردوسی در تهران اون رو چاپ کرد. کتاب شامل 8 داستان کوتاه و داستان اول اون یعنی زنده به گور اسم داره که اسمش از همین اسم کتاب گرفته شده. بقیه داستانه اون عبارتن از حاجی مراد، اسیر فرانسوی، داوود کشپشت، مادلن آتشپرست، آبجی خانوم، مردخورها و آب زندگی که توی ویدیوهای بعدی براتون این داستان رو میخونیم. زنده به گور که عده‌ای معتقدن هدایت کتاب رو بر اساس زندگی شخصی و شخصیت روان گسیخته خودش نوشته، خاطرات مردی که از زندگی بیزار شده و در تلاشی که تا خودشو بکشه و از این زندگی رهایی پیدا بکنه. این داستان زنده به گور بود از همین کتاب از آقای صادق هدایت بزرگ. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید و خیلی ممنون میشیم اگر ما رو به دوستان کتاب خودتون معرفی بکنید. اگر حالا انتقادی یا پیشنهادی هست حتما توی کامنت ها برام بنویسید و بنویسید که چه کتابایی رو دوست دارید تا براتون بخونیم. خیلی ممنونیم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.